ای رفیق، ای مهربان، ای مفتی نعمان شهید. یقینا که با همه ما رفیق و خرد و کلان ما مهربان بود. ای بهادر، ای شجاع، ای مفتی نعمان شهید، ای مجاهد، مرد میدان، رهنمای سالکان، ای مجاهد، مرد میدان، رهنمای سالکان، ای مبارز، ای مناظر، مفتی نعمان شهید. ای مجاهد، مرد میدان، رهنمای سالکان، ای مبارز، ای مناظر، مفتی نعمان شهید. داعی حق، عارف سرشار در میدان حق، ای حبیب و ای طبیب، ای مفتی نعمان شهید. در دفاع حق همیشه صاحب عزم متین، در دفاع حق همیشه صاحب عزم متین، ای سپه سالار و رهبر، مفتی نعمان شهید. الله شهادتشان قبول کنه. دوستا، شهادت کلان مرتبه است. یادتان باشه که به هر کس میسر نیست. در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبا صفتان زشت خو را نکشند. آماده شدن به شهادت، عزم و همت مفتی نعمان میخواه که آماده میشه به شهادت. اگر در امی روزای اخیر دوستایی که با او ملاقات داشتن هیچ مجلس و نمازش نبود، مگر میگفت خدایا مرا شهادت نصیب بگردان. با مثل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که درخواست مبارک می بود که خدایا مرگ مرا در وطن حبیبت بساز و مرا مرگ شهادت نصیب بگردان. الله اکبر. دلیل کمال اخلاصشان است که دعایش الله پذیرفته، به مثل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در محراب و منبر شهید شد. الله اکبر. بله، از فضایل و سجایای مفتی نعمان ضرورت نداره که ما عرض کنیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب خودش دلیل آفتاب است. در هر میدانی که متوجه شویم، مفتی نعمان نمبر اول داره و پیشگام است. خو البته الله ما را توفیق بده، علمای ما را خصوصا، که همت کنن. مردن خو میمریم، مرگ با شهامت و با عزت الله نصیب ما بگردان. در دفاع دین و مذهب الله ما را مرگ نصیب بگردانه. همین شعرها در ذهنم گشت. سخن آخریم امروز یک پیغامی که شنیدم، یک عالمی که احتمال دروغ به حقش نمیره، گفت خواب دیدم پیامبر علیه السلام، در خواب دیدم، گفت مرا پرسان که چه حالت است. ما گفتم مفتی نعمان شهید شد. پیامبر علیه السلام به ما گفت چرا قصبک نامشه میگیری؟ بگو حضرت مفتی محمد نعمان فضلی برش بگو. ایان شهادت نیست که دنیا را بلرزن بیاره، ای شهادت نیست که جناب محمد رسول الله علیه السلام مبارک علیه السلام از او بی خبر باشه. حتما به جناب پیغمبر علیه السلام اطلاع پیش شده. الله شهادتشان قبول بگردانه.